آقای رئیس جمهور، با جناب آقای جهانگیری در مناظره فرمودید که نقطه سیاهی تو پرونده ما اگه کس پیدا کرد جایزه داره. سوال، اولا نقطه سفید توش به ما نشون بدید. دو، جناب آقای رئیس جمهور، شما نفرمودید که بستگان نزدیک شما وقتی وام 400 میلیاردی با بهره 0% میگیرن این نقطه سیاه یا سفیده؟ آره چمور، نفرمودید وقتی توسط باند سرخی ها آقای دانیالزاده بدهکار چند هزار میلیاردی به شعبه بانک ملت امارات معرفی میشن 1600 میلیارد تومان وام میگیرن با بهره 1%، اینو میارن در بانکی در چهارراه جهانگیر کودک سپرده میکنن با بهره و سود 20% و بعد خونه 16 میلیاردی برای زن برادر شما آقای دانیال زاده در شما. خرابی بود که شیمه های نکه آقا بسه باقا زیاده ایسه ماشین او هست ها؟ حالا ما نوخته شیعه بوده بیده بیده خرابی بود دیگه شیمه های نکه آقا بسه باقا زیاده ایسه ماشین او هست پولی که هنوز برنگشته 4.8 میلیارد دلارش ما به ازای واردات کالا نداشته و دولتی که تکذیب می کند حتی یک دلارش این نیست که مشخص نباشه. ماجرا به تعیین سرنوشت 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی برمیگردد. تیتر جنجالی که گزارش این چهره رئیس سازمان دیوان محاسبات را منعکس می کند که گفته حدود 4.8 میلیارد دلار ارز 4200 که سال 97 واگذار شده هنوز به بیت المال برنگشته. مجموع ارزی که در سال 97 داده شده به صرافی ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی 31 میلیارد دلار بوده که از این 31 میلیارد دلار حدوداً 4.8 میلیارد دلارش ما به ازای واردات کالا نداشته. نه فقط اصل پول که به گفته رئیس دیوان محاسبات یک مبلغ نجومی دیگر هم بلا تکلیف است. قرار بوده بابت تفاوت نرخ ارز 4200 یه 2800 تومانی کسایی که ارز گرفتن واریز کنن به حساب بانک‌های عامل که نزدیک به 12000 میلیارد تومان بوده و با پیگیری‌های دیوان تا 8 ماهه سال 98 2000 میلیارد تومانش برگشت، اما 10500 میلیارد تومانش تا کنون بر نگشته. اما امروز
دارن مردم فحش می‌کنن.